مجمع عمومی سازمان ملل بررسی اختیارات نماینده افغانستان را به تعویق انداخت. 3000 جنگجو با 200 رنجر صفوف اردوی طالبان را ترک کردند. کار وحشتناک طالبان در حق مرده های جبهه مقاومت در پنجشیر. طالبان در حال خشکاندن ریشه های جبهه مقاومت ملی در سراسر افغانستان هستند. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه گزارش کمیته اعتبارنامه را تصویب کرد که بر اساس آن بررسی مسائل مربوط به اعتبارسنجی نمایندگان افغانستان، میانمار و لیبی به تعویق افتاد. با گزارش اسپوتنیک، مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه گزارش کمیته اعتبارنامه را تصویب کرد که بر اساس آن بررسی مسائل مربوط به اعتبارسنجی نمایندگان افغانستان، میانمار و لیبی به تعویق افتاده. این کمیته در 77مین جلسه مجمع عمومی تا سپتامبر 2023 به بحث درباره این دستور کار باز خواهد گشت. دسامبر گذشته در چارچوب 76مین نشست این نهاد از سازمان جهانی تصمیم گیری درباره اعتبارنامه ها به جلسه بعدی معکول شد. این بازپرسی موضوع ممکن است در مجمع عمومی دعوت جاری اثر گرفته شود، همان طور که یک منبع سازمان ملل توضیح داد. این به ویژه به دلیل این واقعیت است که نمایندگان افغانستان و میانمار اظهار داشتند که آنها نه نماینده مقامات سابق و نه مقامات ویلین کشورها نیستند. در نتیجه سوالات در مورد وضعیت حقوقی افراد مربوطه مطرح شد. 3000 جنگجو با 200 رنجر صفوف اردوی طالبان را ترک کردند. طالبان از زلون در حال فروپاشی هستند. به گزارش اسپوتنیک، در 24 قوس سال 1401 به تعداد 300 نفر جنگجوی طالب صفوف اردوی طالبان را ترک کردند. دلیل ترک کردن مقر نظامیان رفتار بعد طالبان المندی با طالبان قندهاری بوده است. در نوارهای صوتی که به خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان ارسال شده است، این ارقام بسیار بیشتر از فرماندهان قندهاری که در راه برگشت به قندهار از هلمند هستند میگویند که 200 ارادرنجر و تقریبا 3000 طالب قندهاری هلمند را ترک کردند. به گفته این طالبان، علت جدایی آنها از صفوف طالبان علاوه بر برخورد تحقیرآمیز فرماندهان المندیشان این بوده است که آنها معاش دریافت نمی‌کردند و آنها باید از بایومتریک نیز می‌گذشتند و اگر آنها از جمله زندانیان آزاد شده طالب نمی‌بودند، خل سلام می‌کردند و می‌گفتند شما طالب نیستید. در این مکالمه از کلمه اضافه تشکیل نام برده شده است. مدین معنا است که طالبان آزادی مدیریت و تامین معاشات برای این ده عاجز هستند. طالبان برای جستجوی سلاح ده گور را در آنابه پنجشیر باز کردند. روزنامه 8 صبح گزارش می‌دهد. منابع محلی در ولایت پنجشیر می‌گویند که طالبان در این ولایت دست کم ده گور نیروهای جبهه مقاومت ملی را به این منظور باز کردند که سلاح دریابند. منابع به روزنامه 8 صبح می‌گویند که طالبان روز پنجشنبه 24 قوس این گورها را در مناطق تاواخ و دشتک ولسوالی آنابه باز کردند. با این حال طالبان در این جستجوها چیز پیدا نکردند. ساکنان محلی این عمل طالبان را به حرمتی به مردگان می‌دانند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این نیز طالبان چندین گور نیروهای جبهه مقاومت ملی را در بخش‌های مختلف ولایت پنجشیر باز کرده بودند. طالبان 3 نظامی پیشین را در روخه و آنابه پنجشیر بازداشت کردند. منابع محلی در پنجشیر میگویند که طالبان 3 تن از نظامیان حکومت پیشین را در این ولایت بازداشت و به جای نامعلوم انتقال دادند. منابع روز جمعه 25 قوس و روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان این افراد را 5 روز پیش از روستاهای پاچنار و قلچی ولایسولی آنابه و روخه پنجشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند و تاکنون از سرنوشت آنان خبر نیست. منابع از افراد بازداشت شده به نامهای مشتبه، نورعیق و بابولا نام برده و میگوید که آنان افسران ارتش حکومت پیشین بودند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. گروه طالبان از چند روز به این سو روند بازداشت غیر نظامیان را در بخش‌های مختلف پنجشیر دوباره آغاز کردند. بر بنیاد گزارش‌های نشر شده، طالبان در چند روز اخیر دست کم 15 غیر نظامی را در این ولایت بازداشت و به جاهای نامعلوم انتقال دادند. پاسخ روسیه به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا با منافع ملی مرتبط خواهد بود. واکنش روسیه به تصویب بسته نهم تحریم‌های ضد روسیه توسط اتحادیه اروپا در درجه اول با منافع ملی مرتبط است. با گزارش اسپوتنیک، الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه روز شنبه اعلام کرد که واکنش روسیه به تصویب بسته نهم تحریم‌های ضد روسیه توسط اتحادیه اروپا
در درجه اول با منافع ملی روسیه مرتبط خواهد بود. در مورد اقدامات تلافی جویانه آنها البته در درجه اول با منافع ملی ما مرتبط خواهند بود و بسیار از اقداماتی که حاکمیت روسیه را تضمین می کند از جمله در تمام زمینه های کلیدی قبلا انجام شده است. اگر آنها یادداشت اتحادیه اروپا تاس اقدامات را انجام دهند، گروشکو گفت که بیشتر بر منافع آنها تأثیر می گذارد. پس این انتخاب آنهاست. این دیپلمات ارشد تاکید کرد که هیچ چیز غیر منتظره در بسته تحریمی جدید برای مسکو وجود ندارد. گروشکو گفت اتحادیه اروپا با حرکت در مسیر ویرانگر خود ویرانگر ادامه می دهد. در نهایت این دولت ها کشورهای اتحادیه اروپا هستند که باید پاسخگوی جامعه برای تورم، سنت‌زدایی، بحران انرژی و سایر پیامدهای منفی سیاست خودداری از همکاری با روسیه باشند. وزیر امور خارجه افزود اتحادیه اروپا روز جمعه نهمین بسته تحریمی را علیه روسیه از ابتدای سال جاری میلادی ارائه کرد. لست سیاه شامل 141 نفر و 49 شخص حقوقی از روند برای محرومیت از بخش 4 شبکه تلویزیونی روسیه در اتحادیه اروپا آغاز شده است. محدودیت های برای 3 بانک روسی اعمال شده است و همچنین تعداد ممنوعیت صادرات اعمال شده است. پسکوف جواب دندان شکن تحریم های اروپا را خواهیم داد. پسکوف در پاسخ به سوال درباره بسته نهم تحریم های زیر روسیه اتحادیه اروپا گفت. سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه گفته است روسیه پس از اعلام رسمی جواب به بسته نهم تحریم های اتحادیه اروپا خواهد داد. پیش از این اتحادیه اروپا بسته نهم تحریم علیه روسیه را مورد بحث قرار داده بود. با گفته نخست وزیر پولند مادوش مروویتسکی تحریم ها به تقریبا بالای 200 تن از روس ها و محصولات دوگانه افزایش یافته است. بسته تحریم های پیشنهادی اقدامات اضافی علیه بخش انرژی روسیه را شامل می شود، از جمله ممنوعیت سرمایه گذاری در صنعت معدن، ممنوعیت صادرات طیاره های بدون سرنشین به روسیه و همچنین گسترش محدودیت های صادراتی به ویژه در مورد کالاهای دوگانه. پسکوف در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا روسیه برای چنین محدودیت‌های آماده است گفت ابتدا با لیست آشنا می‌شویم، اطلاعات رسمی را به دست می‌آوریم و سپس پاسخ‌های به آنها خواهیم داد. هنوز چیزی اعلام نشده است. روسیه می‌خواهد اوکراین را به عنوان کشور در حال شکوفایی ببیند. دومای دولتی با زلنسکی توضیح داد که روسیه دنیا را چگونه می‌خواهد. با گزارش اسپوتنیک دیمیتری بلیک معاون دومای دولتی سوواتسویل گفت که روسیه می‌خواهد اوکراین را به عنوان کشور در حال شکوفایی ببیند، در حالی که ولادیمیر زلنسکی به سرزمین با رژیم نازی نیاز دارد. پیش از این زلنسکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانسوی LCI گفته بود که تماس‌های را از سوی تعداد از کشورها برای مذاکره با روسیه شنیده است، اما این موضوع را فایده‌ای نمی‌داند. زلنسکی تاکید کرد که او و روسیه دیدگاه متفاوت نسبت به جهان دارند. بلک بریانوسی گفت زلنسکی فقط لغزش زبان را ایجاد کرد. ما در اوکراین به صلح، مزارع گل و مردم خندان نیاز داریم و او به سرزمین با رژیم نازی نیاز دارد، جایی که آنها ظلم و ستم بر جمعیت روسی زبان را تشویق می‌کنند.